خصوصیت بهترین صنعت آدمان رو متحد گردانیدن است. صنعت با انسان مخصوصا صنعت اتیاتری تأثیری به نهایت کلونی معنوی و تربیوی دارد. این سخنان رو من از استادم مهربان نظرچ نظرم. من این رو هرگز فراموش نمی کنم. در رایی تحصیلمو در مسکو ما همیشه به واسطه غمخوری مهربان نظرچ رو همیشه حس می کردیم. کدو وقتی که اون کس به مسکو می آمدن سفری کوری البته نزدیمو میدر آمدن از معلیمو پرسپاس می کردن. مهربان نظرچ یکی از بهترین رهبرای وزارت فرهنگ بودن. برای اینکه متخصص بودن. همه این سوهای ناز میدن. دوست میداشتن. دلشون میسوخت. چقدر که توانن یاری میرسوندن که همین سوها پیش رود. و در اون دوره یا من حساب میکنم که دوره تیلوی صنعت تاجیکستان بود. ما همیشه در حیرت میموندیم با زبان تلفظ زبان تاجیکی اون کس. همین قدر زیبا، همین قدر ادبی، همین قدر زدههای عجایب ناز میگذاشتند. زبان تازه ادبی کتگاه میزدند. بعد با یک احساساتی بسیار بلند برآمد میکردند. همه برآمدهای اون کس بی‌نهایت تاثیر بخش بود. من در خاطرم نیست که بعد از این مهربان نظرویچ سختم رسد، لیکن یگان رهبر انمی خیلی بزبانی توزه تاجیکی ادبی با یک احساسات بلند با یک زدههای منطقی درست من راستش رو گویم نشنیدم. سال 1968 سفر هنری تئاتر لاهوتی به کابل بود و ما در صحنه تئاتر کابل نندری برآمد میکردیم. بعد از اون که این نمایش ها تمام میشد همه اون اکتورهای تئاتر کابل نندری دوید نزد ما میآمدن میگفتن برای چی استاد ما نیستن امرایش ما مهربان نظرچ برای چی خیلی اون کس سلامتیشون نظمی درستمی اون کس نمین تئاتر ما رو برپا کردن اون کس به ما یاد دادن در صحنه گشتن در صحنه گپ زدن برای من ما تمام عمر اون کس رو به خاطر یادآوری میکنیم فراموش نمیکنیم. اون کس خودشون صنعتکار بودن، خودشون کارگردان بودن، خودشون درامنویس بودن. همه نازکی های صنعت اون کس همین قدر ناز در میکردن که و کدوم وقت مثلا اگه تمرینی ما باشد، مشقی ما باشد بعضا میدیدیم که مهربان نظرف نشستن. در دوره که من به صحنه برآمدم استاد مهربان نظرف وزیر فرهنگ جمهوری بودند. چند بار با کلوب رفته بودند، با شوروباد رفته بودند، حتی انتخاب کردند برای فستیوال کنکورسی بوستان که دولتمند چرخ و فلک را بخواند. هرچند بعد دیگر کس میخواستند چرخ و فلک را وابسته کنند برای اجرا کردن، لیکن آمدند استاد مهربان نظر گفت که چرا دولتمند نیست؟ گفتند که دیگر کس در جوش نه خودی دولتمند دعوت کنید. یک روز ماندن با برآمد کردن در صحنه مرا دعوت کردن، آمدم نزدشون گفت که سحر در اپرا بالت و میخریم در تئاتر و خوردیم و بگو اجرا کردیم. ده خال دادن به من خیست گفت که من نیم خالیگه ایلاوه میکنم ده نیم خال به دولتمند داده شود اگر دولتمند بخواهد دانشجوی اینستیتوت صنعت مرحمت. من گفتم با جان دل استاد. برای همین مهربان نظرف استاد مهربان نظرف در حقیقت مهربان بودن آخه. همین نامشان به خودشان است. رشد نموی صنعت در همان دوره در همان ایامی که استاد مهربان نظرف وزیر فرهنگ بودن باور کنید در اوج بود در تاجیکستان. در اوج. اوج صنعت هم همان سالها گلگل شکوفانی ترانه و رقص سرود و غزل و صوت های
قدیمه موسیقی مردم تاجیک همان زمان ها بسیار در اوج بودن. استاد بسیار زحمت های زیاد کشیدن در جاده نه تنها در تاجیکستان احیا کردن تئاتر ها و سپکتکل ها و برنامه ها، بلکه در افغانستان در تئاتر کابل نندهاری افغانستان وقتی که ما رفتیم در اونجا بسیار بانه که از استاد یاد کردن که در بنیاد همون تئاتر در سهمی استاد مهربان نظرف بوده است که همون سال هنرمندای افغانستان را دعوت کرده بودن به تاجیکستان. سال 1968 بود و تاجیکستان دعوت کرده بودن، ما دانشجو بودیم همون وقت و در خاطرم هست که هنرمندای افغانستان با تاجیکستان یک جایه، حتی یک دویت رو حافظ الله خیال با اپای نقره رحمت و اجرا کرده بودن. مرا در خاطرم هست کم کم که بسیار عالی جناب بود، در تئاتر سبز برآمد کرده بودن. مهربان نظر استاد، وقتی که آن کس وزیر بودن ما در دانشگاه صنعت دانشجو بودیم و باور کنید که در همه جا درباره آدمگری وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرف فقط گپ ها و تعریف های خوب میشنویدیم و باور کنید که به تمام صنعتکاران و هنرمندان به فکر من مثل مهربان نظرف یگان وزیر مهربان نبود و اینقدر دوست و اینقدر انسان دوست نبود. من همین از دوره مهربان نظرف تا حاضر چند اگر وزیر علیش ایوز شده باشد من بعضی هاشا ندیده موندم، مراجعت کردن امکان نپذیر. اما آن کس بسیار انسان خاکسار بودن، بسیار انسان با همه یک خیل زمینی گپ می زدن، چون که انسان زمینی بودن و مهربان نظرف رو به فکر من یگان هنرمند، یگان صنعتکار، یگان نویسنده اون ما همه فرهنگ های تاجیکستان، خلق تاجیکستان تا حال در یاد دارد و من فکر میکنم که در دل های ما، در دیده های ما عکس آن کس و همه کارنمایی های فرهنگی هستون در دل و دیده ما باقی میموند و هیچگاه این وزیر رو فراموش نمیکنیم. مهربان نظروویچ удивительный был человек. Он соответствовал своему имени. Был очень добрый, нежный, внимательный. В моем понятии, когда говорят интеллигент, вот он был интеллигентным человеком. Очень одаренным человеком. Одаренным писателем, драматургом. Я первый раз познакомился с ним, с Устодом, в доме Устод Сируза Бахром. Мы случайно встретились там. И больше, когда сблизились, спросил, чем я занимаюсь, какие у меня планы. Но я сказал, что кончил школу-интернат, Ивановский интернациональный детский дом. Документ дал авиационный институт, но меня не приняли, поскольку я с Ирана приехал. И кафедра, ракетная кафедра засекречена. Поэтому документ забрал, приехал в Душанбе. Ну, предлагали мне мединститут, разные институты, я решил подумать, куда, и потом я в этот год отдохну. Он сказал, чем занимается вообще, чем увлекается. Говорю, ну так, фотографии немножко. Он тогда сказал, если хочешь киностудии, я могу тебе рекомендовать киностудию поступить, там посмотришь, как, может быть, кино пойдешь. Итак, я поступил в киностудии фотографом сначала, и потом ассистентом, и оттуда поехал в ГИК, и закончил институт. Так что с его легкой руки я поступил в институт кинематографии, стал кинооператором таджик фильма. Я работал всю жизнь там. Часто общались, встречались дома, в домашних условиях, на работе. Однажды мы при разговоре, он напомнил, что у него есть пьеса «Черная роза», по-моему, назывался. А мой дядя в Дагестане драматург и театральный режиссер. И я попросил у него эту пьесу, что отправить в Дагестан. И дядя в Дагестане поставил. Я сам в Дагестане эту пьесу видел. Очень удивительная пьеса. И так что я, кроме доброго человека, что я в ее лице видел,
очень хорошего драматурга. Сипас суруду дуруду наво ба хамме шумо. Ранои мувориз фармуда. Памири ту ва я вахшани. Кулаби ту ва я раштани. Асухти я зарафшани. Джанамасти чи таджикистани. Ҳамватанони азиз, дар бораи устод Меҳрубон Назаров. Ман давре, ки баъд аз муаллими институти педагогии шаҳри Хужанд будам, дар вақти ҳаваскоро маро ба кор даъват карданд, роҳбари ҳамон вақта котиби аввали партияи коммунистии тоҷикистон Ҷаббор Расулов ва вазири фарҳанг Меҳрубон Назаров. Устоди мо дар давраи ҳамин роҳбарии ҳаминҳо ман артисти хизмат нишондодии тоҷикистон, артисти халқи тоҷикистон, артисти халқи СССР мушарраф шудам. Барои ҳамин Меҳрубон Назаров яке аз фарзандои фарзонаи миллати тоҷик ҳастанд. Чаро? Ман бисёр бо вазирҳои зиёде кор кардам, ҳамашон олиҷаноб инсонҳо. Лекин Меҳрубон Назаров аз сар то по фарҳангӣ будам. Ҳамчун вазир вазир, ҳамчун бародар бародар, ҳамчун падар падар, ҳамчун дӯст дӯст. Мо бисёр сафарҳоро кардем, бисёр ҳамкорӣ кардем, барномаҳо кардем. Бисёр ҳақиқатан худо назар кардагӣ Меҳрубон будам. Меҳрубон инсон будам. Мебинед, Меҳрубон Назаров. Барои ҳамин имрӯзо бояд ки ман дар хоро паҳлӯи шумо бошам ва дар хурсандии шумо ҳамроҳ бошам. Агар сафарба ки ҳастам натавонистам, маъзарат, ман ба воситаи ҳамин худо бошу ки техника ҳаст шумо муроҷиат мекунам. Ҳамаи тоҷикистонро табрик мекунам бо ин хел фарзанди фарзона. Ҳамаи шумо бадахшониҳои ман куҷо раванд? Ман мегӯям ки ҷуграфия ки бадахшонӣ аз бадахшон зарафшониҳо ба дуои салом овардам. Барои ҳамин тамоми ҳунармандоне табрик мекунам бо ин рӯзи мавлуди устозамон Меҳрубон Назаров. Хушбахтие бинед ки ман аз водии бадахшонам набирам ва келин кардам. Аз водии Хатлон, водии Ҳисори Шодмон, водии Зарафшон, водии Суғд, аз ҳама ҷо худо боши авлоди аҷдоди мо рус овардаги мо. Мо ҳама мо як одамим, мо ҳама банди худо, ҳама мо инсон ҳастем. Бояд инсонвор зиндагӣ кунем. Ман назди шумо қарздор ҳастам, худо ҳам ният дорам ки хоро гурафта консерт кунам. Ман бори дигар Меҳрубон Назарови дар бораи шон соатҳо гап занед ки кам аст. Барои ҳамин ман аз самими қалб табрик мекунам. Боз худо хост 110, 120, 130 солагии шон ба ҳамроҳ бошем, ҳамроҳ табрик кунем. Ба тамоми хиштабори Бадахшон тани сиҳат хотири ҷамдили беамри бобаракат хоҳонам. Парвардигор дар дунё ҷангҳо нест шаваду сулҳ шаваду мо санъаткоро доим дар хизмати шумо бошем.